ممنون، لطف کردی. همون حرفیو بزن که میخوام بشنوم. توبه بیتربیت. تو نه تنها عشق منی بلکه ناموس منی. وقتی این پسر اینجوری با اعضای خانوادش رفتار میکنه معنیش اینه که به زن نیاز داره. هر وقت اون دنبال سرویس ما میومد حالت صورت تغییر میکرد. فقط چشم بسته دارم مسیر رو میرم که قلبم میشونه. مغازه عمو فیض رو ورشکست کردیم، راحت نشدیم، حالا داریم مانع کالج رفتن دخترش هم میشیم. نه دخترم برای اصلم زن گرفت. من اپنے ہی ہاتھوں سے گوایا ہے تجھے آشنا کوئی اور اب بھایا ہے تجھے دل کے دروازے پہ پھر سے تیری دستک مانگو تجھ سے ہی پھر اپنی پہلی سی محبت مانگو. راکشی اومدم بابا. آخه منم مجبورم. خانواده بقیه بچه های سرویس گفتن اگه دیگه ماشینت سمت این خونه بره ما برای بچه هامون یه سرویس جدید میگیریم. از امروز دیگه نمیتونم ببرمش، یه سرویس جدید براش بگیرید. خب اشکال نداره، اصلا خودم میرسونم بهت. را چه شده بود؟ همونی شد که هیچ وقت فکرشو نمی کردم. بله مامان بزرگ، منو صدا زدین؟ بشین. یاسمین زنگ زده بود. عمه جون خیر باشه؟ از خجالت آب شدم رفتم زمین. ببین بشرا، یاسمین درسته که دختر خودمه، ولی وقتی ازدواج کرد غریبه شد، خونه ی خودش رفت. نسل من و پسرم ادامه میده، تو ادامه میدی و کسی راجع به تو چیزی بگه من خیلی خجالت زده میشم، حتی اگه اون دختر خودم باشه. مگه چی کار کردم مامان بزرگ؟ من که خیلی وقت با عمه حرف نزدم. با اون حرف نزدی، ولی با اصلم که هر روز و هر شب حرف میزنی. آره خب ببین بشرا، فعلا این حرف بین من و تو و یاسمینه. اگه مامانت بفهمه اون وقت برات بد میشه. تو دعوای بین زن داداش و خواهر شوهر رو نمیفهمی. هر چقدرم که روابطشون خوب باشه با یه ذره سوء تفاهمات تلخی بینشون پیدا میشه. مامان بزرگ قسم میخورم که ساکت شو. یعنی یاسمین به هم دروغ میگه؟ اینو فراموش نکن که توی خانواده شوهرت تنها عمت نیست، یه عروس دیگه هم هست و رابطه بین عروس و مادر شوهر ناپایداره. اگر عشرت به مادر شوهرش تیکه بندازه که از خانواده مادرت همچین دختری آوردی که اصلا شرم و حیا نداره، چیکار میکنی؟ حالا دیگه برو، حواست به کارات باشه، دیگه شکایتی راجبت نشنوم.
الو الو رکشی، چرا هنوز بیرون نیومدی؟ من بیرون کالج منتظرتم. چرا منتظری؟ مگه من بهت گفتم منتظر باشی؟ ولی منم هم نکردی. حالا چرا عصبانی میشی؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ دیگه به هم زنگ نزن، دنبال منم راه نیفت. رکشی یه لحظه به من گوش بده. ببین چشمای من نمیتونه فریب بخوره. قلبم قبول نمیکنه که اون بیقراری که توی چشمای من هست توی چشمای تو نیست. اون حسی که من نسبت بهت دارم تو نسبت به من نداری. چرا اینطوری رفتار میکنی؟ اصلا تو برگرد خونه، من امروز کالج نرفتم. چرا؟ اینو دیگه برو از داداشت بپرس. اشرت. بله. ترشی و سالادم کنار غذا بیار. اگه میدونستم الان میای خب درست میکردم. درست کردنش که برات زمان نمیبره. نه نمیبره. بیا تو هم بشین. بیا غذا بخور. زنداداشت با زحمتهای فراوان غذا درست کرده. داداش همجا، شما چی کار داری میکنی؟ حرفای مامانم اصلا روتون تأثیر نذاش. منظورت از این حرف چیه؟ چرا داری با این لحن با هم صحبت میکنی؟ مغازه عمو فیض رو ورشکست کردین راحت نشدین؟ حالا داری مانع کالج رفتن دخترش هم میشی؟ این چه حرکت حقیرانه‌ایه؟ با من درست حرف بزن. به خاطر یه غریبه به داداش بزرگترت بی احترامی میکنی؟ اون مرده نمیدونم پیش مامان چه حرفایی زده. حالا تو رم پر کردن؟ نه، اونا هیچی نگفتن. من از ندیمینا شنیدم. خواهرشم با همون سرویس میره و به ندیمم گفتین که بره و راننده سرویس رو تهدید بکنه. آره بهش گفتم اگه با غیرت باشه نمیذاره خواهرش با اون سرویس بره. غیرت رو که نمیدونم، ولی آره انسانیت حتما داره. اون واقعا دیگه خواهرشو با اون سرویس نمیفرسته و خواهرشو دختر عمو فیض هم با یه سرویس دیگه میفرسته. این رفتار اصلا مناسبتون نیست. باید خجالت بکشید. بی تربیت بی غیرت. دونه من زبون درازی میکنی ها؟ بذار مامان بیاد. به خاطر محبتای اونه که این جسارت رو پیدا کردی. آخه این جلوی مامانم همینجوری رک جواب میده و جلوی هیچ که مراد نمیکنه این پسر. چرا زودتر عروسیشو برگزار نمیکنید؟ ببین چی میگم، وقتی این پسر اینجوری با اعضای خانوادش رفتار میکنه معنیش اینه که به زن نیاز داره. وقتی زن بگیره اونه که لوسبازیاشو تحمل میکنه دیگه. بشرا میدونه اون. شما خدای من چرا ناراحت میشی رکشی؟ ما خودمون دوتا با هم میریم کالج. تا اسکو اتوبوس فقط 2 دقیقه است. اتوبوس جلوی در کالج پیاده میکنه. همینجوریش 2000 روپیه علکی به راننده دادیم. من راست ساعت 7 میام دنبالت. باشه؟ همش به خاطر اون مادر جدیدته. چرا پدرتون از خونه بیرون نمیندازه؟ زنی که از کی دارم باهات حرف میزنم و تو انگار لالمونی گرفتی؟ تو به اصلم شماره منو دادی؟ به داداش اصلم نه، به داداش ندیم شماره تو دادم. خب حتما بهت گفته که شماره منو میخواد چیکار؟ عصبانی شدی؟ نمیدونم. خب من فکر میکردم تو همونو، چون هر وقت اون دنبال سرویس ما میومد حالت صورت تغییر میکرد. در ضمن داداش اصلم آدم بدی نیست. اگه نمیخوای باش حرف بزنی پس وقتی اینو بهش بگی دیگه اذیتت نمیکنه. چه حرفی زدین؟ تو اونو دعوا کردی یا؟ نمیدونم. چیو نمیدونی؟
هیچیو نمیدونم مونا. فقط چشم بسته دارم مسیری رو میرم که قلبم نشون میده. حالا نمیدونم. این مسیری که نشون میده درسته یا غلط؟ سلام عمو. علیکس. حالا اومده که توی مغازم برام قلدری کنی؟ نه خیر عمو، من تو چی؟ حتما امجد تو رو فرستاده که این نمایش رو بندازی. مشتریامو که فراری دادید. حالا هم از محله بیرونم کنید ببینم. وا عمو، اینقدر عصبانی؟ نه خیر عمو، عصبانی نشین. الان دارین اشتباه میکنین. منو درش امجد نفرستاده. حتی اون نباید بفهمه که من اومدم اینجا. منظور؟ اومدم راجع به کار حرف بزنم. راستش یه دوستی دارم که مغازه تعمیراتی مثل یخچال و تلویزیون و این چیزا داره. خب من باش حرف زدم که اون وسایل از شما بخره. شما فقط باید به مغازه اون برسونین. حالا آدرسشو بدم؟ چرا میخوای بهم کمک کنی؟ من؟ همینجوری؟ چی؟ در واقع دوستم حرفشو پیش کشید. خب منم یاد شما افتادم. حالا ببینیم، مغازه اون تو قسمت بالای شهره، اونجا همه وسایلو دو برابر میفروشن. خب منم بهش گفتم از شما وسایل بخره، اینجوری به نفعشه و به نفع شماست. حالا آدرسشو بدن؟ به تو چه نفعی میرسه؟ چقدر کمیسیون میخوای؟ کمیسیون؟ آره کمیسیون میخوام. یه لیوان چایی تازه ده. در ضمن این که همه کدورت‌ها رو از قلبتون بیرون کنید. آدرسشو بدم. اون خاله حمیده حتما امروز همه ی خانوما رو دور هم جمع کرده. نمیدونم دور لحاف میچرخن چی کار میکنن. منم میخوام دور تو بچرخم. توبه؟ بیتربیت. خودت بیتربیتی دختر دماغو. فعلا که تو داری واسه من گریه میکنی پسر جون. ببین قسم میخورم گریه میکنم اگر الان نیای منو ببینی. یا بابا من نمیتونم بیام. اصرار نکن دیگه. آقا من نمیدونم، فقط بیا دیگه. اصلا اگه زن ما رو پشت بوم با هم ببینن چی ها؟ هزار تا حرف در میارن. من اصلا نمیخوام. پس یه کاری کن، بیا خونه ما یا من میام خونه تو. اگه تو بیای خونه ما داداشت دعوت میکنه. اگه من بیام خونه شما بابا منو میکشه. خیلی خوب باشه، اصلا نیا. اصلا الو واقعا؟ نه بابا، نه تو داری دروغ میگی. به جون تو مغازه بابات نشستم و باش چایی هم خورده. در زم با دلش هم جدم دفعه شد واسه مسئله سرویزه. خب الان بگو واسه کم کردن عصبانیت دیگه باید چی کار بکنم. یه چیزی بگو دختر. چی بگم؟ همون حرفی که بالاخره باید بگی. همون حرفی که هنوز به هم دیگه نگفتی. شب بخیر. همینو میخواستی بگی؟ ممنون. و لطف کردی. این احترامات ارادت اینا رو میخوای بگی؟ خواهش میکنم همون حرفیو بزن که میخوام بشنوم. بشنو؟ بگو. تا چند روز دم در کالج دنبالم نیا. بابای من یا بابای مونا معمولا ما رو میرسونه کالج، حواست باشه. چی؟ همینو باید میگفتی؟ واسه الان همینقدر بود. دل که دروازه به
तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू, वो चाह जो हम में थी फिर से वो ही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। به خاطر مغازت حاضر نبودی این محله رو ترک کنی، الان که کار و کاسبیت هم رو به سقوطه، پس این محله رو ترک کن. آخه تو کی میخوای این شرایط رو تحمل کنی؟ نمیشه، یه سال اجاره رو به صاحب خونه دادم و چاره ندارم. برعکس، تو با عقد کردن با من ناچار شدی. اگه الان پشیمون نیستی فردا ممکنه پشیمون شی، بعد از زجر و نابودی پشیمونی فایده نداره. باید جلوی ضرر رو گرفت. من برمیگردم همونجا. این چه حرفیه که میزنی؟ من تو رو خیلی دوست دارم. تو نه تنها عشق منی بلکه ناموس منی. ناموس؟ به خاطر من آبروی چند سالت با خاک یکسان شد. و اگه تو بری من زیر خاک میرم. تو مردی، میتونی تحمل کنی. به دخترت فکر کن. به خاطر من راننده ای سرویسشونو نبرد. فردا اگه بخوای شوهرش بدی هیچ گزینه ای مناسبی وجود نداره. به همین دلیل میگم این محل و این شهر رو ترک کنیم، یه محله جدید، همسایه‌های جدید. سعی میکنم که مغازه رو بفروشم، ولی فروشش زمان میبره دیگه. آدم های شریف رو فقط از دور دیده بودم، واسه همین حدس نمیزدم به خاطرم اینقدر تو درد سر بیفتی، وگرنه اینقدر خودخواه نمیشده. نمیدونستم شریف بودن اینقدر درد سر داره. مسیر ریسک اتوبوسا نمیدونی؟ که هر روز میخوای دست عمو رو بگیری بری. ببین یه بار بیا پشت ما، یه بار ببینمت. نمیتونم بیام، اون خاله حمیده حتما امروز همه ی خانوما رو دور هم جمع کرده. نمیدونم دور لحاف میچرخن چیکار میکنن. منم میخوام دور تو بچرخم. توبه، بی‌تربیت. خودت بی تربیتی دختره دماغو. فعلا که تو داری واسه من گریه میکنی پسر جون. ببین قسم میخورم گریه میکنم اگر نیای منو ببینی. یا
بابا من نمیتونم بیام. اصرار نکن دیگه. آقا من نمیدونم، فقط بیا دیگه. اصلا اگه زن ما رو پشت بوم با هم ببینن چی ها؟ هزار تا حرف در میارن. من اصلا نمیخوام. پس یه کاری کن، بیا خونه ما یا من میام خونه تو. اگه تو بیای خونه ما داداشه دعوت میکنه، اگه من بیام خونه شما بابا منو میکشه. خیلی خوب باشه، اصلا نیا. اصلا الو اشرت؟ بله مامان. امجد شیرینی فرستاده، من ازش خواسته بودم. نه خیر، برای چی گفتیم بفرسته؟ میخوام بین فامیل شیرینی پخش کنم و خبر نامزدی بشرا و اسلم رو به همه اعلام کنم. ولی مامان شما که گفته بودین میخواین جشن نامزدی بگیرید و اعلام کنید. نه دختر، اصلا نمیخوام جشن نامزدی براشون بگیرم. تا 10 روز دیگه میرم خونه ای داداشم. میخوام بین 6 ماه تا 1 سال براشون جشن عروسی بگیرم. پس نیازی نیست که جشن نامزدی بگیریم. به امجد زنگ بزن و بهش یادآوری کن. بگو 10 کیلو شیرینی بفرسته. اگه کم بیاد دوباره سفارش میدیم. اشرت، اینو برای خونه ای مامانتینا بذار. شب وقتی امجد اومد باش برو براشون ببر. و برای اون فامیلامون که نزدیک خونه ای مامانتینام هستن شیرینی ببر. باشه مامان، برای همشو میبرم. برای خانواده برادر شوهرم هم خودم با اسلم میبرم. باشه مامان جون. این اسلم کجاست؟ اسلم! اسلم بیا پایین دیگه! سلام علیکم خاله. علیکه سلام. علیکه سلام. چی شد که امروز اومدی؟ قبلنم اینجا می اومدم. شاید دیگه از اومدنم خوشتون نمیاد. نه نه، من چرا خوشم نیاد؟ اصلنم اینطور نیست. من واسه این گفتم که شاید بابات خوشش نیاد. راکشی، تو بهش خبر دادی که اومدی؟ آره، ازش اجازه هم گرفتم. روک و راست بهش گفتم خاله به هم قرآن یاد داده و پرسیدن احوالش وظیفه منه. زنده باشی، از تو هیچ شکایتی ندارم. فقط اون بابات. اصلا این پسر چرا نمیاد؟ چه خبره ماما؟ بیا اینجا، میخوام برای عموتینا شیرینی ببرم. این جعبه باز این پسر رفت؟ این همه شیرینی؟ راستش برای کار خیره. میخوام برای همسایه ها و فامیلا ببرم. برای تو هم کنار میذارم. نکنه زنداداش باردار شده؟ سکت. نه دخترم، برای اسلم زن گرفتیم. زن گرفتی؟ دختر دایی اسلمه، اسمش بشراست. ماشالله دختره خیلی خوبیه. بیا دهنتو شیرین کن، بخور دیگه دختر.
وای مامان علکی دارین نگران میشید. ممکنه روی گاز چیزی گذاشته باشه و یهو یادش اومده واسه همین رفت. نه از ترس دوید و رفت. بدون خبر دادن به باباش اومده بود اینجا، حتما برگشته خونه. واسه همین ترسید و فرار کرد. خب به ما ربطی نداره. نه صداش زدیم و نه مانعش میشیم. اگه تو حاضری بریم. چی شده؟ چه نیازی بود خبر نامزدیمو بهش بدین؟ تو حواست سر جاش اصلم؟ چه نسبتی با همون داره؟ مگه اون فامیلی که شما بهش این خبر رو دادین؟ اگه اینقدر دوست دارین شیرینی پخش کنین، خب برای فامیلا ببرین پخش کنین. هر غریبه ای که از راه رسید لازمه که بهش شیرینی بدین؟ وای خدا توبه، نکنه این پسر دیوونه شده. دیر یا زود میفهمی. ولی اینجوری نباید میفهمی. داداش خودم میخواستم برم بهش بگم. خب چرا بهش نگفتی؟ منتظر چی بودی؟ من هنوز حرف دلمو بهش نگفته بودم. و چی میگفتم؟ چطوری میگفتم؟ وقتی با موتور دنبالش بودم بهش میگفتم راکشی دوستت دارم ولی نامزدم دارم. خب دوست من پشت گوشی بهش میگفت. سکت؟ پشت گوشی بهش میگفتی؟ پیش خودم فکر کرده بودم. ما قرار میذاریم. روبرو هم دیگه میشینیم. تو چشاش زل میزنم و بعد حرف دلمو بهش میگم. مسئله این نامزدی هم بعدا میتونستم بهش بگم. ولی الان این اتفاق افتاد. گفته بودم بهت. زمان بندی تو افتضاحه. دارشون گوشیشم بر نمیداره. خب حق داره. مونا رو بفرست. بگو باش حرف بزنه. براش توضیح بده. داداش اون خواهر منه. ما رسم نداریم خواهرمونو تو این مسائل دخالت بدیم. تو هم درک کن. من نمیتونم. بفرمایین من رفیقایی که ما داریم. حالا پاشو بریم خونه. تو برو. من بعدم میام. اینجا میخوای بشینی چی کار؟ خونه برم چی کار کنم؟ من هرچی بگم یه چیزی میگی. تنهایی میں مر جائے کیا پھر آوگے اس طرح سے کیا ہر پل تم تڑپاؤ گے غیر کی طرح سے یہ تکلف کیسا یہ مروت ہے کیسی یہ تعارف کیسا میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے گوایا ہے تجھے آشنا کوئی اور اب بھایا ہے تجھے دل کے دروازے پہ پھر سے تیری دستک مانگوں تجھ سے ہی پھر اپنی پہلی سی محبت مانگوں وہ چاہت جو ہم میں تھی پھر سے وہی چاہت مانگوں تجھ سے ہی پھر اپنی پہلی سی محبت مانگوں از اینجا بریم.
اصلم اومده، باهاش حرف بزن. اگه اینقدر دلت میخواد خودت برو باهاش حرف بزن. راکشی بریم مونا، اینجا آدم های لات وایستادن، به محصن که دختر را تنها ببینن سرکلشون پیدا میشه. راکشی یه بار به حرفم گوش بده لطفا. خجالت نمیکشی دنبالمون میای؟ بعد حرفم میزنی؟ مثل بچه آدم از اینجا دور شو، وگرنه چی قداد را میندازم مردم را دور جمع میکنم. راکشی به من نگاه کن، راستشو بگو، من تو رو اذیت میکنم؟ دروغ، فریبکار، عوضی. حداقل یه فرصت بده از خودم دفاع بکنم. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.